این پدری که در نوار شما میبینید با چشمان گریان و دلی سوزان میگوید در کیسه من پیچین است. خودم نخوردم و این را برای فرزندانم آوردم. آنها زیر بیتان ها 9 ساعت باز به نام و نشانند. تا حال میکوبند اما نمییابند. ای خدا جان به دل من صبر ته. من طاقت این لحظه ها را دیدن ندارم. خدا جان فرزندانم نمرده باشند. کاش جانی من رو میگرفتی و آنها رو در این حالت زیر خاک و زیر بیتان های سنگی نمیگذاشتی. بلاگر و سرش دیرکتر کمپانی فبریک هستم. بسیاری با کار ما باوری ندارم. از همین جهت برای اثبات این کار میخواهم یک بار دیگر ظرفیت خودم رو نزد شما بگیرم. مدتی 3 هفته این ایمان. این روزا فرصت بسیار مناسبی برای بانبان پیش آمده است که نبرامده از خانه تنها با تلفن دستی میتوانند صاحبی توفه ها در آمد و بانسای کلان شوند. از همین جهت من میخوام شما بانبان عزیز رو با کار در کمند خودم دعوت کنم. اضافه میکنم که کسانی که با من همکاری میکنند میتوانند در روز گرشه من اشتراک کرده و صاحب توفه های نقدی و غیر نقدی از طرف من شوند. برای اطلاعاتی بسیتر میتوانند با رقمها که بروی اکران حسن تماس بگیرید. من همش رو برای شما میامزنم. موفقیت حق شماست. درست قبل ترکیه ماتم دارد، زیرا زمین لرزه ای که درست پیش به وقوع آمد تمام مردمی سیاره را به گریه آورد. 7 بال جنبید و نصف ترکیه را به خاک یکسان نمود. طوری از نوارها دیده می شود خانه های بلند آشیانه در این زمین لرزه چپگردان شدند و آدمان زیر خانه ها مانده جان خود را باختند. در سالهای نزدیک این گونه زمین لرزه هیچگاه رخ نداده بود. 2 روز قبل انیخترش تقریبا ساعت های 1 و 2 روز در ترکیه این حادثه به عمل آمد. مادران ایزار و حیران فرزندانی گم کرده در این زمستانی سرد به خانه و در مونده. نون و آب از گلویشان نمی گذرد. آنها تنها خون می گیریند و خلاص. این چی مصیبت از خدایا. تمامی سیاره دنیا از دیدن این حادثه غیر عادی به تهلکه افتادند و همگی در ماتم مردم ترک می گیریند. تعداد هلاک شدگان بر اثر زمین لرزه در جنوب و شرق ترکیه به 12,391 نفر رسید. در این خصوص سامانه تاس خبر می دهد. و گفته منبع شماره ضرر دیدگان به 62,914 نفر رسیده است. قبلا در باره 52,979 نفر زخمیان خبر پیش داده بود. یادآور میشویم که 6 فوریه در مضافات قهرمان مرش جنوب و شرق ترکیه زمین لرزه به شدت 7.7 بال رخ داده بود. تکان های زیرزمینی و صدها پس لرزه ها در 10 مضافات این دولت اینچنین در کشورهای همسایه از جمله در سوریه احساس کرده می شود. یا بار دیگه سلام علیکم برادرو. چخیلی که برای گرانیس یک زشتن ما اکای بخر به شما توصیه میدودیم برادرو. حاضر این همین رقم هایی که در روی اکران دیدیسین زنگ بزنین. هر روز سفر دارد 500 روبل اینامی کنالی ما کدامی که میرود سکیته کرده میشود. برادر باب و واریه موشینو شخیه دیدگی بدهیم. موشینوی زمانوی به یگون کم بودی ده تشفیر دارد. هر روز سفر مرحبا این همین رقم ها داره زنگ بزنین.
با سپاریش اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با ضرر دیدگان زلزله شدید در جمهوری ترکیه کمک بشردوستانه فرستاده شد. کمک بشردوستانه از محصولات ضروری خوراکواری از قبیل آرد، روغن، شکر و برنج، مکارون و آب نوشاکی عبارت میباشد. در این روزهای فلاکتبار برای مردم جمهوری ترکیه و غمخوری و دست کمک دراز نمودن با ضرر دیدگان زمین لرزه شدید در این دولت از اقدامات فوری پیش گرفته بشردوستانه میباشد که در سیاست خارجی و اجتماعی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام محوری دارد و از تلاش‌های پیوسته رهبریت عالی تاجیکستان در حل مشکلات جامعه جهانی گواهی می‌دهد. به حالت صبح 9 فوریه تعداد هلاک شدگان بر اثر زلزله در جنوب و شرقی ترکیه با 12391 نفر و شماره ضرر دیدگان به 62914 نفر رسید.